این لاری کران است، یک عاقل مرد که بعد از اخراج شدن از سر کار در این سن و سال دوباره باید سر کلاس درس بنشیند. فیلم لاری کران با شرکت تام هنگس و جولیا رابرتس. افتتاحیه رسمی لاری کران روز 16 خرداد در لندن بدون حضور جولیا رابرتس برگزار شد. هواداران تام هنگس از صبح زود منتظرش بودند. تجربه اولین بار مدرسه رفتن هنوز یادمه. می ترسیدم که بی‌شباهت به کار در دنیای فیلم و بازیگری هم نیست. اولین روز سر یک کار جدید و همکار شدن به کسی که شخصیتش آدم را مرعوب می کند یا تواناست که می تواند از کار اخراجت کند. مهم نیست چقدر مهم یا با عرضه باشی، همیشه این ترس همراهت است. این افتتاحیه در لندن و در مرکز خرید بسیار بزرگی به نام وستفیلد انجام شد. دیوید هاسلهوف خواننده بازیگر آمریکایی درباره شخصیت فیلم لاری کران میگوید: من خیال پردازی کردن را به تمرکز و دقت ترجیح میدم. با احساس خودت روزانه درباره هر کسی که میخواهی خیال بافی کن. این ویژگی بچه بودن است که درباره معلمت خیال بافی کنی، بعد که معلم میشوی درباره شاگردان. تام هنگس درباره شخصیت فیلم میگوید: تلاش کردیم شخصیتمان کسی باشد که برای خیلی ها اغلب فرهنگ ها قابل دریافت و همزاد پنداری باشد. صرف نظر از این کتشلوار فکر میکنم از پس چنین کاری برمی آیم. دلم میخواهد چنین خیال خوشی داشته باشم که در دنیای زندگی میکنم که تلاشم برای بازسازی آن برای دیگران قابل تشخیص است. فیلم لاری کران داستان کارمندی است که بعد از سالها کار اخراج می شود و چون آموزش و مدرک لازم برای ارتقای شغلی را ندارد، از یک طرف باید قرض خانه را بدهد، از طرفی هم دوباره به کالج برود. و همین کالج و مدرسه است که آغازگر ماجراهای خوش و ناخوش لاری کران است. نمایش عمومی فیلم لاری کران 10 تیر در بریتانیا و آمریکا آغاز می شود. Is this speech 217?